خب دوستان عزیز با برنامه هفته هام خدمت شما هستیم از برنامه نسیمی نو در خصوص خداوند مونیسای مسیح میخوایم با شما صحبت کنیم و موضوع تسلیس من عشق نملشی هستم و در کنار دوستم ادوین کشی شاب خدمت شما منم خوشحال هستم خدمت هستم با برنامه نسیمی نو آموزه تسلیس داریم با همدیگه بررسی میکنیم زیر این آموزه تسلیس زیر این چتر موضوع ها و آموزه های دیگه هستش که من. مرتبطن و تشریح میکنه توضیح میده آموزه تسلیص رو و داریم در خصوص الوهیت مسیح صحبت میکنیم اما یه صحبت از دفعه قبل جا مونده بود میخواستیم اون اول تموم بکنیم در خصوص پرستش صحبت میکردیم و شما گفتید در خصوص با کتاب فیلیپیان ما هفته گذشته در باب این مسئله صحبت کردیم که گزارشات اناجیل در خصوص الوهیت مسیح غیر قابل انکاره بب. نه تنها اناجیل در مورد نقل قول میکنن از شخص عیسی مسیح که ادعای خدایی کرد و بب. واکنش تندی رو از،, از یهودیان دیدیم در بب. این خصوص رسولان هم توی رسالات خودشون در این مسئله صحبت های زیادی رو کردن و در, خود در کنار رسالات و گزارشات اناجیل شواهد تاریخی هم موجود هست که نشان دهنده این هستش که عیسی مسیح به عنوان خداوند در 20 سال بعد از سعود, سود او, از سود او مورد پرستش در کلیسا قرار می گرفت و این فرصت بسیار کمی هستش که اصلا هیچ جایگاهی رو به یک کلاق چل کلاخ شدن و یا افسانه درست شده و یه شخصی رو از فرش به عرش رسوندن به کسی نمیده در عرض ۲۰ سال هنوز شاهدین عینی وجود دارن هنوز کسایی هستن که مسیر رو در جسم دیدن مسیح صعود کرده و دارن مسیح رو میپرستن و ما هفته گذشته در مورد کتاب فیلیپیان یک صحبت کوتاهی کردیم و چون فرصت کوتاه بود خیلی سریع و تون در مورد صحبت هم گفتیم برگردیم یک صحبت کوتاهی هم این هفته در خصوصش داشته باشیم و بعد ادامه میدیم به بخش های دیگه کتاب فیلیپیان رو بهش نگاه کردیم که پولس رسول داره به کلیسای فیلیپی می نویسه. کلیسای فیلیپی که دارن یونانی صحبت میکنن و اشاره کردیم که در از واژه ابری استفاده میکنه که اصلا زحمت ترجمه را هم به خودش نمیده با. میگه ماراناتا در مورد اینکه ای خداوند ما بیا و پیش اینه که پرستندگان خداوند مسیحیان در فیلیپی که زبان یونانی رو میدونن این واژه عبری براشون دیگه جا افتاده دوی پرستش های ازش استفاده میکنن چطور ما الان مسیحیان ایرانی از واژه هللویا استفاده میکنیم واژه هوشیانا رو استفاده میکنیم حتی واژه ماراناتا رو استفاده میکنیم اینا واژه های عبری هستش که دیگه بین‌المللی شده دیگه زمان اون رو و مکان اون رو به یک مکان جغرافیایی و زمان خاص در طی تاریخ محدود نکرده تمام مسیحان از همه زمان ها و مکان دارن ازش بهره میگیرن و استفاده میکنن پولس رسول هم داره با همچین موقعیت رو از واژه ماراناتا رو بهره میگیره و به در مورد مسیح که مسیح خداوند ما حالا رومی فیلیپیان کتاب فیلیپیان باب دو آیات 9 تا 11 خیلی از مفسرین کتاب مقدس هست معتقد هستند که پولس رسول که در مورد یک دلی در مسیح داره صحبت میکنه برای استفاده و پشتیبانی و تایید پیغام خودش از سرودنامه ای استفاده میکنه که در اون زمان نگارش که زمان طولانی هم از سعود مسیح نمیگذره در کلیسای فیلیپی مورد استفاده قرار میگرفته یعنی فیلیپیان باب دو آیات 9 تا 11 بخشی از سرودنامه کلیساست که توی این نامه ها داره از توش گنجانده نه. که بهش میگن کارمن کریستی اسم این سرود نامه به این نام معروف است. میفرماید که از این جهت خدا نیز او را به قایت سرفراز نمود و نامی را که فوقش جمعی نام هاست به دو بخشید تا به نام عیسی هر زانوی از آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین است خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسای مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر خب این آیه رو ما باز دوباره تکرار میکنیم عهد جدید منفک از عهد عتیق قابل فهم نیست عهد جدید ریشه در عهد عتیق داره هر آن چیزی رو که ما میخونیم مفاهیم عبری مفاهیم مفاهیم عهد عتیقی هستش که با داشتن فهم پیش زمین عهد عتیق قابل فهم خواهد بود برای ما حتی اگر به کلیسای یونانی داره نوشته میشه پولس رسول داره اشاره میکنه به یکی از آیات بسیار مشهور و معروف توی کتاب عهد عتیق کتاب اشعیا باب 45 آیه 23 من این رو باز داریم یا نه اشعیا 45 میفرماید آیه 23 میگه به ذات خود قسم خوردم و این کلام به عدالت از دهانم صادر گشته و بر نخواهم گشت که هر زانو پیش من خم خواهد شد و هر زبان به من قسم خواهد خورد هر زانو نزد من خم خواهد شد و هر زبان به من قسم خواهد خورد اینجا هم دیگه پولوس رسول داره به اشاره به ایسای مسیح میکنه میگه به نام عیسی به عیسی یعنی عیسی کیه عیسی همون خدایی است که به نام خودش قسم خورده به نام عیسی هر زانوی آنچه در آسمان و بر زمین و زیر زمین داره بستش میده تفسیرش هم میکنه خم شده هر زبانی اقرار کنه که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر عیسی که عیسی همون خدایی هست که توی کتابش عیاس و تمایزش با خدای پدر هم اینجا مشخصه برای تمجید خدای پدر عیسی بله. خداست خدای پدر هم خداست اینها با هم یک هستن در ذات یک هستن ویژگی الهیاتی اولویتی یکی دارن اما قابل تشخیص و تمایز هستن پدر پسر نیست پسر پدر نیست ولی ذات یکیه با. یعنی من میخوام این دوستان عزیز حالا ما در مورد الوهیت مسیح داشتیم صحبت میکردیم ولی این این تمایز پدر پسر هم در همین آیه در این حالی که داره الوهیت مسیح هم اشاره میکنه قابل تشخیص هستش کلیسای اولیه مسیر رو به عنوان خدا و در این حال Uh, uh, هویت او رو با پدر uh نمی آمیق به, نوع... به, نوعی که قابل تشخیص و تمایز نباشه بله و توی صحبت شما توی برنامه قبلی صحبتی کردید و گفتید وقتی که میخوایم راجع به تحصیل صحبت بکنیم معمولا راجع به بخ... اولویت پدر اولویت پسر و اولویت روح قدس صحبت میشه و بعد رابطه اینها با هم صحبت میشه صحبتی که ما کردیم در بود در واقع تصاوی پسر با پدر بود و اولویت مسیر رو تا یادی صحبت کردیم اما صحبت درک قوم یهود در خصوص ذات الهی با تعریف های متفاوتی همراه بود برای یکی از اون تعریف ها امروز حتی در باورهای دیگه خیلی مشروط هست آفرینش و خالق بودن خدا هست به بودای مختلف خواهیم رسید تو برنامه مختلف امروز میخوایم یه وقت بگذاریم و ببینیم این بحث خالق بودن این که توی عهد خدا خودش رو به قوم یهود معرفی میکنه به عنوان خالق جهان و خالق تمام هستی چطور ربط پیدا میکنه حالا از خدایی که ما گفتیم خدای پدر و عهد در واقع کسی است که رو جاری میکنه به شخصی که حالا ما میگیم برابر با خدا و عیسی مسیح و آیا این عیسی مسیح در اون خلقت دست داره یا نه چون اگر عیسی مسیح در خلقت دست داره چون کار خلقت و آفرینش کار خدا هست و برای ما داریم عیسی رو باز برابر با ذات الهی و خدا میدونیم و از برگردیم الان نگاه بکنیم چرا عیسی مسیح رو ما داریم به ذات میگیم خدا هست و یکی از اون بودهایی که قوم یهود از سر قومی میفهمید که به خدا صحبت میشه بود خلقت بود خلق کردن هست وقتی نگاه کنیم با همدیگه اگر اجازه بدید از کتاب یوحنا میتونیم شروع بکنیم میدونم بیشتر میخوایم روی جلوتر بریم و کلوسیان رو هم نگاه بکنیم اما توی یوحنا قبلا هم اشاره کردیم توی باب اول شما شما باز داره در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود همان در ابتدا نزد خدا بود همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیست حالا داریم راجع بود خلقت صحبت میکنیم فعلا فقط یه گوریزی بزنیم رو بگیم ازلی بودن رو هم اینجا داره میگه میگه وقتی میگه کلمه خود خدا بود و بعد میگه کلمه همون مسیحه که بر زمین اومد تو آیات ب... بعدی جلوتر میگه پس صحبتی که داره میکنه یه بود ازلی بودن را اینجا داره میگه که شاید حالا بعدا بهش برسیم ولی در کنارش داره میگه و همه چیز به واسطه او آفریده شد بله. صحبتی که داره میکنه بحث خلقتی هست که در مسیح صورت میگیره و حتی اگه خوب بخونیمش میگه کلمه خود خدا بود یعنی نه فقط بود خلقت رو داره میگه ولی میگه مسیح کسی نیست که دنیا رو خلق میکنه ولی ذات الهی نداره مسیح خداست و خالقه چون درسته. هنوز تو باورهای دیگه ممکنه این طرز فکرها بود که میتونه دنیای خلق شده باشه که از خود خدا نباشه اگه به باورهای ناستیکی نزدیکتر بشیم این رو میبینیم مثلا خود یهودیان ما توی قسمتی که پیدایش رو نگاه کردیم باب یک رو بعضی معتقد بودن که این استفاده از واجهی زمیر و فعل ما جمع این خاطر بود که خدا داره از زیر قدرت زیر دست خودش برای خلقت آفرینش استفاده میکنه بل. حتی میگم مفسرین یهود هم به این باور داشتن جای دور هم نریم و توی باور ناستیکی که خیلی هم پر هست و میشه دید و همون توی همون قرن های اول و دوم بیشتر شکل میگیره این باورها رو داریم میبینیم که توی کلیسا بوده و بیشتر میشه باوری که خدای عالی ب... و می... پرانتز میدونم از اون کلیسا در واقع تعالیم بدعتی که کلیسا رو زیر داشت مورد حمله قرار میداد میگم تر... تو اون پر تو قرن اول یا دور زمان شاگردان ممکن نمیدیش ولی چون داریم خیلی پر توی قرن دوم میبینیمش میتونیم ببینیم که توی قرن اول هنوز طرز فکرها بود بس. و صحبت باورهای ناستیکی باوری بود که خدای عالی و کاملی آ... هست که از آفرینش و او کم کم خداهای کمتر و ضعیفتری به وجود میان که اون خدای آخر که خیلی ضعیف است دنیا رو میآفرینه چون دنیا ش... ماده شر هستش و به خاطر اینکه اولویت کامل نداره یا او پاکی کامل نداره قابلیت کار کردن با ماده شر رو شکل دادنشو داره کاملا ولی صحبتی که داره اینجا توی یوحنا میکنه اینه که خدا خود این کلمه یا مسیح که تو آیات بعدی میگه هم خداست و هم خالق هست درست. یعنی درست برمیگرده به باوری که ما تو پیدایش داریم میبینیم باوری که خالق دنیا خود خدا هست و خدایی که یک هست و این کلمه خود خدا بود و صحبت صحبت مسیح است برای با حالا بیشتر میشه این اول یوحنا رو میشه شاید بر راجبش 50 تا برنامه گذاشت تمام کلماتش رو به درستی تفسیر کرد ولی صحبت ما صحبت بود خالق بودن هست که توی کتاب یوحنا خیلی پررنگ داره راجع به خدای واحد صحبت میکنه که عیسی مسیح هست حداقل شخص عیسی مسیح هست و به واسطه او جهان خلق میشه و اینو میخواستم این خود راجعش پرنگ صحبت کنه. این صحبت های رسول توی رسالات پولس رسول و افراد تنین اندازه صداش توی کولسیان باب یک آیات 15 و 20 در مورد مسیح صحبت میکنه حالا این آیه رو میرم بخشون میخواه شما هم توضیح بدید و او صورت خدای نادیده است نخست زاده تمامی آفریدگان زیرا که در او همه چیز آفریده شده آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تختها و سلطنتها و ریاسات و قوات همه به وصله او و برای او آفریده شد. و او قبل از همه است و در همه چیز قیام دارد و او بدن یعنی کلیسا را سر است زیرا که او ابتداست و نخوزاده از مردگان تا در همه چیز او مقدم شود زیرا خدا رضا, رضا به دین داد که تمامی پری در او ساکن شود و اینکه به وساطت او همه چیز را با خود مصالحه داد چون که به خون صلیب وی سلامتی را پدید آورد بله به وصلی او خا آنچه بر زمین و خا آنچه در آسمان است من میخواستم فقط نفر. یه آیه دیگه رو هم بخونم که همین حرف داره نفر. تکرار میکنه ابرانیان باب یک کتاب محبوب شما میگه می که در این ایام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جمعی موجودات قرار داد این هم ارتباط به همون آیه داره که میخواید توضیح بدید و به وسیله او عالم ها را آفرید که فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده و کلمه و به کلمه قوت خود حامل همه موجودات بوده بعد در مورد تهارت گناهان و نشستن در, در دست راست خدا صحبت می‌کنه همون صحبت خداست ذات خدا،, خدا،, جوهر خداست تصویر خداست تمامی پری در او ساکن هست. توی کلوسیان میگه و در این حال همه هستی رو خلق کرده عیسی مسیح مثل خدایان دیگه مال یونان نیست که معموریت و مسئولیت من. خلقت بودی از خلقت رو داشته باشن عیسی مسیح میگه هیچ چیز بدون او خلق نشد همه همه چیزها همه چیز در آسمان زمین چیزهای دیدنی و نادیدنی دیگه شروع میکنه تخت ها سلطنت ها ریاست ها، قوت همه کاملا به وصله او و برای او آفریده شد حالا اون برای اوش هم یه داستان و, دازدان و دازدان جای خودش داره اما دلیلی که این آیه, آیه رو انتخاب کردم که خود بازش کنم چون برنامه برنامه‌ای که در نسیم داریم برنامه تفسیر آیات نیست شاید برنامه های دیگه بیشتر, بیشتر به این مسئله بپردازیم ولی این آیه خیلی کلیدی هست برای اینکه راجع بهش صحبت بکنیم چرا بذار آیه رو بخونم بهتون بگم باب یک آیه 15 میگه و او صورت خدای ندیده است راجع به مسیح صحبت میکنه و میگه نخست زاده تمامی آفریدگان همین کلمه نخست زاده کلمه ای هست که کسانی که از بدعت های مثل آریانیزم اومدن که صحبت کردیم در واقع بدعت زیر باوری رو صحبت کردن که مسیح خلق شده خدا هست نخست زاده آفریدگان که حالا پرانتز میگم که حالا این این آریانیزم خیلی جلوه های مختلفی داره که بعضی ها هم توی کلیساهای ایرانی هستن که جزء کلیسای راست نیستن که میگن که پسر خدای کلمه در زمانی قبل از خلقت. خلقت. در ابتدا این واژه ای ابتدا رو هم در زمانی قبل از خلقت آف. وارد وارد حیات میشه و وارد صحنه میشه یا از خدا بیرون میشه این رو دارن اشاره بهش میکنن که به نوعی همون بدعت زیر دست باوری رو به دیگه از آیه نظم رو دارم به تصویر میکشم کاملا حالا ترجمه فارسی این, غلط انداز هست چون لغت آفریدگان رو استفاده میکنه در حالی که لغت اصلیش مفرد هست آفری... رو به کار ببریم بهتر باشه حالا پس این آیه رو به اشتباه تفسیر تفسیر کردم و بدعت آیانیزم یکی از آیاتی که روش خیلی تاکید میکرد از این آیه بهره میگرفت اما صحبتی که میخوام بکنم در خصوص تفسیر این آیه که امیدوارم میخوره کمک بکنه به درک ما از عیسی مسیح به عنوان خداوند از کتاب جان مکارتور بهره گرفتیم ایشون تمام کتاب احتیاطی و احتجایی رو به تفسیر در کتاب مختلف نوشتن تفسیر کتاب کلوسیان و فلیمون هست صحبتی که میکنن صحبت جالبیه میگن واژه نخست زاده که داره اینجا استفاده میشه توی درک کتاب مقدس باید برگردیم ببینیم به چه معنیه آیا واژه نخست زاده به معنی نخست به دنیا آمده هست یعنی خ... کسی که نخست خلق شده اولین خلقت, اولین خلقت، یا معنی دیگه ای داره صحبتی که داره میکنه خیلی جالبه جان مکارتون میگه که صحبت نخست زاده توی عهد عتیق اگه نگاه بکنیم کسی است در واقع که تمامی آنچه را که پدر داره به ارث میبره از اقتدار از اسم و شهرت از آنچه که پدر میتونست انجام بده و تمامیت پدر رو در پسر به ارث ما میتونیم ببینیم وقتی نگاه میکنیم به عهد عتیق نگاه میکنیم به مثالهای به جاهای مختلفی مثل ایسو و یعقوب میبینیم صحبت نخست زاده ایسو اول به دنیا میاد ولی یعقوب نخست زاده میشه چون اوست که تمامی برکت رو از پدر به ارث میبره اون تمامیت و پوری رو به ارث بردن واژه‌ای هست که اینجا داره استفاده میکنه وقتی میگه نخست زاده و کلمه‌ای که داره استفاده میکنه کلمه خلقت رو مفرد هست داره مسیح رو اگه کلمه جمع بود آفریدگان بود میتونستیم مسیح رو با افرادی دیگه که تو اون کلاس یا تو اون جمع دارن مقایسه میشن بگیم داره مقایسه میکنه ولی صحبتی که داره میکنه صحبت مقایسه با دیگران نیست کلمه مفردی داره به کار میبره چون مسیح در ذات خودش تک و بی و او خداست بنابراین لغتی هم که به کار میبره لغت آفریدگان نیست لغت خلقت هستش و بعد اگه بخوایم حتی بهتر بفهمیم ادامه آیات رو شما خیلی خوب خوندید ادامه آیات هم داره از اقتدار مسیح صحبت میکنه و از اینکه پسر به همون کارهایی رو که پدر کرده میتونه بکنه و به واسطه او تمام این خلقت انجام میشه پس واژه نخوزاده آفریدگان یا نخوزاده خلقت که ترجمه بهتری هست صحبت از پسری میکنه که تمامیت پوری پدر رو برس برده و این تمامیت مشمول خلقت میشه و خالق بودن که صحبت رو تو این برنامه میکنیم پس متوجه باشیم وقتی آیات رو داریم تفسیر میکنیم بعد برگردیم و در متون به اون صحبت که توی کتاب عدتیق نخوص داده معناش چی هست خاملن. باز همه اینا ریشه توی عدتیق داره میخوام از کتاب اول قرنتیان بخونم بس. باب به هشت آیه شیش خیلی زیباست این هم پاسخی هستش به کسانی که به حالتگرایی مترف هستن که این تعلیم رو خیلی راحت رد میکنه هم الوهیت مسیر رو اینجا تثبیت میکنه. اول قرنتیان باب 8 آیه 6 میگه که لاکن ما رو یک خداست تصنیه باب شیش. یعنی پدر که همه چیز از اوز و ما برای او هستیم و یک خداوند یعنی ایسای مسیح که همه چیز از اوز و ما از اوز هست یعنی داره همون ویژگی ها رو که ما از آن میگه همه چیز از اوز خلقت از پدره بعد میگه خلقت از پسره و ما برای پدر هستیم ما برای پسر هستیم داره خدا رو اغنوم تسلیس و پدر و پسر رو به این تصنویت رو حالا قبل از تسلیس حالا ما این رو هم صحبت خواهیم کرد که تصنویت خیلی پررنگتر از تسلیس در خیلی از جاها هست ولی تسلیس به صورت زمینی توی کتاب مقدس توی عد جدید موجوده باید. داره پدر و پسر رو میگه اعلام میکنه یک خداست پدر و پسر و خصوصیات و ویژگی های هر دوتا هم یکیه از این جور آیات ما هفت دقیقه فرصت داریم نمیدونم میخوام بیشتر تو این بخش بمونیم وارد قسمت همون رو بعد قرار ادامه میدیم نه فکر میکنم اینو ادامه با. بدیم با. بعد میتونیم برگردیم بیشتر بیشتر روی بخش های دیگه وقت بگذاریم میخوام این رو هم نمیدونم میخواهید صحبت کنیم نه بفهم. توی انجیل متا باب 14 جایی رو دارید میخواهید صحبت کنیم نه شما من متا باب 14 آیات 22 تا 26 رو خونم ولی اشاره بهش میکنم باش. اشاره کنیم من آیات رو شاید اگه لازم انجیل متی باب 14 آیت 22 تا 36 میخونیم که عیسی مسیح روی آب راه میره باز این چه معنایی داره ممکنه توی فقط از لنزای عهد جدید نگاه کنیم زیاد معنایی پیدا نکنیم شاید کسی هستش که روی قدرت معجزه‌ای داره که روی دنیای مادی اقتدار داره ولی این آیات رو باید در زیر نور آیات عهد عتیق فهمید مثلا مزمور 77 هفت آیه 19 میگه که طریق تو دریاست و راه های تو در آبهای فراوان و آثار تو را نتواندان است میگه راه تو دریاست و راههای تو در آبهای فراوان و آثار تو رو نمیتونیم ببینیم نمیتونیم بفهمیم ایسای مدار اشا... ایس... یعنی این حقیقت رو باید زیر نور آیات عدتی فهمیم یا ایوب رو باب نوعی هشت که میگه که به تنهایی آسمان ها را په می کنند و بر موج دریا می یهودی قرن اولی که زیر تسلط امپراتوری روم هست و این فشار این, این, این معمولا خصوصیات ویژگی قوم‌های های تحت فشاره بذارید یک مثال بزنم که برای یه دوستان عزیز قابل فهم باشه ارامنی که در داخل ایران زندگی می کنن با ارامنی که در داخل ارمنستان هستن یک ویژگی متفاوته. ارامنه که در ایران هستن به خاطر فشارهای زیادی که جامعه اسلامی بر اونها وارد ورده حقیقت این هستش که ارامنه حالا داستان رو نمیخوام حرف <applause> بکنم ولی میخوام مثال بگیرم ارامنه توی ایران به خاطر فش... به خاطر ایمان مسیحیشون اقلیت مذهبی خونه و به خاطر اقلیت مذهبی بودن شهروند دوم همیشه بودن و به عنوان ایرانی همیشه پذیرفته نشدن همیشه از طرف جامعه مسلمان مورد نکوهش قرار گرفتن و حتی قوانین این هم وضع کردن که مساوی نیست با شهروندان مسلمان هر چقدر فشار بر روی ارامنه ایران وارد می اومد به جای اینکه متلاشی بشه فرهنگ فراموش بشه زبان فراموش بشه به داستان ارامنه در طی تاریخ بیشتر تاکید میکردن و بیشتر مطالعه میکردن بیشتر غرق میشدن آغشته میشدن در فرهنگ و زبان و دین خودشون یهودیان قرن اول که تحت سلطه امپراتوری روم بودن به جای اینکه متلاشی بشه فرهنگشون به جای اینکه آمیخته بشه با فرهنگ امپراتوری روم چون امپراتوری روم یکی از خصوصیاتش این بود که وقتی که یک جای تسلط پیدا میکرد و استمرار میکرد او رو جذب فرهنگ خودش میکرد بس. فرهنگ و فلسفه و ادیان یونان رو تزریق میکرد توی این, توی این قوم ها قوم یهود بیشتر متمرکز میشد آغشته میکرد خودش رو با تمامی مذهب و هویت مذهبی خودش من. که توی مذهب خودش بود بنابراین این یهودیان وقتی که در اون زمان غرق در آیات عهد عتیق بودن هویتشون رو که توی امپراتوری روم از دست دادن توی مذهب پیدا میکردن یک بودن با عهد عتیق تفسیر کلام رو میخوردن به قول معروف من. خودمون آشنا بودن وقتی که عیسای مسیح رو میبینن که بر روی آب در... 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 آب دریای جلی در حرکت میکنه آیات ایوب توی ذهنشون میومد آیات مضمور مز... مزمور به ذهنشون میومد که راه طریق خداوند در آب هاست آثار رو نتوان داره در دریاها خرامان است من میخوام این ارتباط رو که ما الان میریم که احتب... ارتباط قریبی برای یهودی یه قرن اول نیست اینو می‌خوام تأکید کنم برگردیم توی در واقع تایید صحبتاتون وقتی میبینیم قوم اسرائیل به در واقع کشور ایران به, تب... به در بابه به تبعید میرن اتفاقا میفته سعی میکنن در واقع یه گروه خب میمونن توی سرزمین وعده ولی یه گروهی به صورت برده میشن و حالا اون گروهی هم که به صورت برده شدن ما میبینیم چقدر سعی میکنن که تمام اون باورها و تفکر خوش رو نگه دارن ولی با وجود تمام اونها باز تأثیر پذیری تا یه حدی هست و سمین یهودیان به یهودیانی که میمونن در, در واقع سرزمین وعده و بعد بر میگردن یهودیان از اسارت یهودیانی که در اونجا هستن یک, یک در واقع حالت جهنگ یک تفاوت باوری بود که کسانی که بودن در سرزمین وعده مونده بودن به اونایی که برگشته بودن میگفتن شما یهودی واقعی نیستید اونایی که میگفتن نه ما به تبی رفتیم برگشتیم میگفتن ما یهودی واقعی هستیم شما نیستید چون چون کلام خدا در اصل گفته که ما به تبی خواهیم رفت پس راجع به ما داره صحبت میکنه حالا ما میبینیم در بین خود, قوم یهود این نگه داشتن باورها حتی بین یهودیان یه چالش عظیمیه واسه همین اصلا دیگه جایی برای اینکه من تاثیرپذیری باورهای دیگر داشته باشم توی بین بین قوم یهود نمونده بود و بحث سامری هم از همینجا شکل میگیره ازدواج با قوم های بیگانه ای بود که بازم یهودیا اون رو هم اصلا جدا از خودشون میدونست اصلا یهودی نمیدونستم اون هم گفتن سامری چون از نسل کامل یهود نبودن اون افراد و صحبت هایی که پیش میاد بیشتر توی این راستاست که حالا قوم یهودی که انقدر باور به یگان پرستی داره باور به وحدانیت خدا داره و تمام عتیق رو در تمام اعیاد ما اگه برگردیم حالا بیشتر در آینده شاید وقت شد نگاه بکنیم هر عیدی که داره میاد یک بخشی از کلام خدا رو اینها تکرار میکردن و میخوندن یعنی اینجوری نبود که مثلا ما امروز مسیحیان کتاب مقدس رو میخوایم بخونیم هر وقت هر جور دوست داشتیم بخونیم به صورت کامل کتاب مقدس حتی به صورت هفتگی جمع می شدن و اینا در روز جمع شب اینا تمام کتاب مقدس رو به صورت متفاوت میخوندن لوهای اشعیا هر چه که بود رو مدام میخوندن و آگاهیشون آگاهی خیلی عمیقی بود از آنچه که کتاب مقدس داره میگه پس تو تایید صحبت و صحبت هامون ها رو خود جمع بندی کنیم همطور که شما گفتید صحبت هایی که مسیح داره در این باب میکنه و حتی یوحنای رسول برای یهودیانی که به عیسی مسیح دارن ایمان میارن داره میکنه گفته از این هست که این مسیح همان یهوه است همان خدای خالقه در حالی که ما شخص متمایزی رو برای او قائل هستیم حالا تا چه حد این متمایز بودن برای مسیحان قرن اول باز و بازتر میشه حد و مدودش رو دقیقا نمیدونیم ولی میدونیم توی چند قرن بعد انقدر به یه جایی میرسه که کاملاً یه حد و این هست ما تو این برنامه در کنار الوهیتش در مورد خالق بودن مسیح هم صحبت کردیم پسر خدا هم صحبت کردیم عیسی مسیح در کنار این صحبت هایی کردیم با معجزاتی که انجام میده مرده ها رو زنده میکنه خوراکی ها خلق میکنه و به انواع مختلف داره خالق بودن خودش رو این ویژگی که منحصر به خداست به تنهایی رو به تصویر میکشه و میگه که من خدا هستم بعد حالا وقت نداریم ولی خود خلق کردن هم خلق از نیستی به هستی هست, هست، حیات بخشیدن با. هست به شکل مختلف همه ویژگی هایی هست که متعلق به یهوه بود. بود هیچ کس دیگه احدی قادر نداره و اجازه نداره درخت انجیر حیات میبست بنابراین توی این برنامه ما به این مسائل نگاه کردیم اینها رو کنار هم قرار بدید به عنوان یک تصویر کلی داشته باشید به فیض خدا هفته بعد صحبت ادامه پیدا خواهد برمیگردیم با ما باشید